به درس دوم دیالوگ دموکراتیک خوش آمدید. از همینجا شروع بکنیم با وعده ای که در خاتمه درس اول دادم. شروع بکنیم با سه مثال، دو نمونه موفقیت و یک نمونه شکست دیالوگ دموکراتیک به ترتیب در سوریه، مصر و تونس. این نشست کمیته برگزاری دیالوگ ملی در سوریه است، اما مشکل اصلی مکان این نشست است. دمشق تحت کنترل ارتش بشار الاسد است که هر روز تعداد زیادی از مردم سوریه را می‌کشد. انتخاب این مکان برای یک دیالوگ ملی سوریه اعتمادآفرین نیست. نواب الملهم می‌گوید اینجا برای تنفیذ نتایج کنفرانس تهران جمع شده ایم. همین حرف موجب مقاومت بیشتر می شود، چون سلف این دعوت در تهران مقر فعالترین منبع کمک امنیتی و نظامی به دستگاه بشار الاسد است و بیشتر مدعوین به این دیالوگ اعتمادی به بنیانگذاران کنفرانس تهران نداشتند. اما این مردم عادی در سوریه هستند که از خشونت به سطوح آمدند. میگویند دیالوگ دموکراتیک تنها راه خاتمه دادن به جنگ داخلی و رسیدن به ثبات است و از طرفین جنگ داخلی میخواهند سر میز دیالوگ بنشینند و راه خروج از میان این اختلافات را پیدا کنند. اما روشن است که حلقه مفقوده وجود صاحب دعوت بی‌طرفی است که مورد اعتماد طرفین باشد. مکان و برگزاری دیالوگ بی‌طرف میتواند اعتماد سازی کند تا نتیجه دیالوگ از قبل تعیین نشده باشد و یک کار تزیینی برای تحمیل مواضع یکی از طرفین نباشد. به مصر می رویم. سیمهای خاردار و تانکهای دور کاخ ریاست جمهوری آقای مرسی دیگر نمی توانند از حرکت مردم علیه او جلوگیری کنند. هر روز تسلط دولت آقای مرسی به سکان حکومت سوستر می شود. خیابان‌های قاهره با تظاهرات می‌جوشند و چهره تظاهرکنندگان نشان می‌دهد که بسیاری از اسلامگرایان نیز از حکومت اخوان روی برگرداندند. آقای مرسی ناچار آمادگی خود را برای یک دیالوگ ملی اعلام می‌کند. از جوانان انقلابی میدان التحریر، از نمایندگان اخشار مختلف و نخبگان سیاسی دعوت می‌کند که روز شنبه 8 دسامبر 2012 برای دیالوگ جمع شوند. اما همه می دانند که دعوت او از ناچاری است. یک سال گوش اخوان به صدای مردم، احزاب دیگر و نهادهای مدنی شنوا نبود. حالا دیگر دیر شده. حال که اکثر مردم مصر به خیابان آمدند، مرسی نمی تواند صاحب دعوت معتبری برای دیالوگ ملی باشد. این جوان معترض می گوید نمی داند مرسی چگونه می تواند شبها راحت بخوابد. انگار کوچکترین مسئولیتی برای شرایطی که به وجود آورده احساس نمی کند. مردم به ستو آمدن، این شرایط قابل ادامه نیست. سبب این تنش‌های جدید اجتماعی مرسی و اخوان و مسلمین هستند. دو درس از این تجربه مصر حائز اهمیت است. اولا، صاحب دعوت برای دیالوگ باید معتبر باشد، نه برای یک طرف بلکه برای همه شرکت کنندگان. ثانیاً، بردن انتخابات کافی نیست. آقای مرسی انتخابات را برد، ولی چون گوشش بلافاصله پس از انتخابات برای شنیدن سایر نیروهای سیاسی کر شده بود و اعتماد آنها را از دست داده بود، دیگر نمی توانست در ایجاد وفاق و یک دید مشترک ملی برای آینده مصر موفق شود. به تونس برویم. برخلاف مصر و سوریه، اینجا نهادی وجود دارد که اعتماد نیروهای مختلف سیاسی را برای دیالوگ دموکراتیک جلب کرده. حسین عباسی، دبیرکل اتحادیه جامع کارگری تونس، از رهبران سران احزاب حکومت ائتلافی و احزاب اپوزیسیون، همچنین از سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شخصیت‌های معتبر سیاسی می‌خواهد دست به دست هم بدهند و برای اختلافاتشان راه حلی بیابند تا بحران سیاسی و اجتماعی بتواند پایان بیابد. جالب این است که در تایید صحبت‌های او، یک وزیر
وزیر حقوق بشر سمیر دیلو بر تقارب نظر نخبگان سیاسی تاکید دارد. رئیس جمهور منصف مزروقی وارد دیالوگ می شود و توجه را معطوف به خواسته های قاطبه مردم تونس می کند. می گوید این مردم هستند که از تنش های سیاسی و اجتماعی خسته شده هستند و می خواهند دوران گذار و بی تصمیمی تمام شود. می خواهند به ثباتی برسند که لازمه رهایی از خشونت و امنیت است. همچنین قانونگذاران تونس معتقدند که دیالوگ ملی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و خطر خشونت واجب است. دوره اول دیالوگ ملی در تونس موفق نبود. حزب پیروز در انتخابات یعنی النهضه و حزب چپ میانه دعوت برای شرکت در دیالوگ را قبول نکردند. تنش‌ها بیشتر شد. دیالوگ برای اجماع است، ولی در آستانه تصویب قانون اساسی جدید اختلافات عمده بین چپ و راست، اسلامی و سکولار تشدید یافت. همینطور که خبرنگار پرس تیوی میگوید، این بار وضع متفاوت بود. احزاب کلیدی دولت به دیالوگ ملی پیوستند. در توسعه علم یا فناوری جهش هایی هستند که نقطه گذاری می کنند مراحل توسعه اون علم یا فناوری رو. اجازه بدید راجع به تجربه‌ای که موجب یکی از این جهش‌ها در فناوری دیالوگ دموکراتیک یا بگیم فرایند دیالوژیک به وجود اومد. در نوامبر سال 2000 به همت چند نهاد بین‌المللی که برای پیشبرد دموکراسی فعالیت می‌کنند، 100 نفر از 17 کشور از 4 قاره گرد هم آمدند تا با اهتمام جمعی بیابند چرا علارغم گذار به دموکراسی دولت‌هایشان از حل مشکلات کلیدی کشورشان عاجز هستند. مشکلات این 17 کشور کم و بیش در اغلب کشورها به جز دموکراسی‌های جا افتاده و پیشرفته موجودند. فقر، بیماری های عدیده جسمی و روحی، شرایط نامناسب زیست محیطی، متلاشی شدن بافت سنتی اجتماع، سوس شدن ارزش های اخلاقی و پیوند فامیلی، افت اعتماد در اجتماع، مهاجرت نیازمندان به شهرها و فرار پرتوانترین به خارج از کشور، تشدید اختلافات قومی و بحران هویت ملی و بالاخره محو شدن یک دید مشترک برای آینده و به تحلیل رفتن احساس تعلق به یک هویت مشترک ملی. آیا عجز در حل این مشکلات به دلیل عدم وجود کارشناسان قابل یا سیاسیون دلسوز بود؟ روشن شد که اینطور نیست. هم علمای علوم فیزیکی و اجتماعی به حد کافی در این کشورها موجود بودند و هم سیاسیون پر از انگیزه برای بهبود امور. پس چه کم داشتند؟ نتیجه گیری نهایی میزبانهای این نشست بین‌المللی این بود که کمبود این کشورها در نحوه ارتباط و برخورد بین نهادها و سیاسیون این کشورها بود که مانع موفقیت در رویارویی با 5 چالش ملی بود. 1. عدم توانایی در به راه انداختن فرایندهای مشارکتی گسترده برای رسیدن به نتایجها و تصمیمات مشترک. 2. شعاری بودن گفتمان سیاسی و کمبود حوصله و ظرفیت تعامل فکری در فضای عمومی در مقایسه با پیچیدگی مسائل کشور. خلاصه ساده انگاری مسائلی که در ذاتشون پیچیده هستند. 3. گفتن یک چیز و شنیدن چیز دیگر در نتیجه بازی عمدی با زبان
واژه پردازی یا اختلاف ایدئولوژیک و فرهنگی. در چنین شرایطی گفتگو بیشتر حلال مشکل نیست، بلکه برای تمایل و تعهد به یاد گرفتن و تفاهم بیشتر لازم است. 4. کمبود خلاقیت و نوآوری برای عبور از محدودیت‌های فکری موجود. 5. توان بدبستان فکری هم برای رسیدن به راه حل‌های نو و هم برای سازش با صاحبان منافع مغایر، همان سازشی که در زبان فارسی بار منفی دارد ولی در زبان‌های دموکراسی‌های پیشرفته بار مثبت معنای رواداری را می‌رساند. نتیجه گیری بالا، 4 نهاد با تجربه و پر اعتماد اعتبار بین‌المللی را بران داشت که پروژه عظیم دیالوگ دموکراتیک را پایه‌ریزی کنند. OAS یعنی سازمان کشورهای آمریکای جنوبی و شمالی، UNDP یعنی پروگرام توسعه سازمان ملل، سیدا یعنی آژانس توسعه بین‌المللی کانادا و سازمان بین‌المللی ایدا در سوئد در تعقیب این رسالت تنها نماندند. در 10 سال گذشته بیش از 35 نهاد بین‌المللی به انحاء مختلف به پیشبرد پروژه دیالوگ دموکراتیک کمک کرده و آن را به عنوان یکی از مهمترین ابزار شکستن سد راه ملحق شدن به کاروان پیشرفت بشر تبدیل کردند. از صدها پروژه دیالوگ دموکراتیک که در دهها کشور برگزار شده، شاید نمونه های چشمگیری از دستاورد آنها در رواندا و بوزنیا بودند. کشورهایی که در آن ابعاد عظیم جنایت و نفس‌کشی چنان پرده نفرتی بین آحاد اجتماعی کشیده بود که امکان همزیستی در یک کشور را غیر قابل تصور کرده بود. اما دیالوگ دموکراتیک روی این دره‌های عمیق پل زد و راه را به سوی یک آینده مشترک و روشن باز کرد. خب حالا اجازه بدید یه قدری وارد تعاریف بشیم راجع به دیالوژی که یه فناوری هست و تعریف میکنه یا راهکار رو نشون میده برای یه فرایندی به اسم دیالوگ دموکراتیک. چیه این دیالوگ دموکراتیک؟ یه دیالوگ دموکراتیک بیش از یک مکالمه معمولیه، چون هدفمنده، منشی، روحیه‌ای بر اون غالبه. این روحیه که میل عمیق به تفاهم، به هضم کردن یک نقطه نظر دیگری به جز نقطه نظر خود انسان در ذاتش بسیار مهمه. یک رویکرد مثبت به دگراندیش، یک تعهد به یاد گرفتن و میل به یاد گرفتن، یه احساس کنجکاوی که انسان از فضای فکری خودش خارج بشه، در فضای فکری دیگری قرار بگیره، ریشه های اون نقطه نظر دیگر رو، ریشه های تاریخی، اجتماعی، اونها رو ملکه خودش بکنه، برای تفاهم عمیق. همه اینها موجب میشه که دیگه این دو فردی که وارد دیالوگ دموکراتیک با هم شدن، یا دو نهاد یا چند نهاد، با قبل از آغاز این دیالوگ فرق کرده باشن، ظرفیتشون بالاتر رفته باشه برای اینکه فکر نوعی بکنن، یه چیزایی که قبلا به فکرشون نمی رسیده نوآوری بکنن برای
رسیدن به نتیجه مشترک، راه حل‌های مشترک، و حتی بدونن که ادامه اختلاف نظرها نباید موجب دشمنی بشه. با هم باید بتونن زندگی بکنن حتی وقتی که این اختلافات رو دارن. منتها هنجارها و راهکارهای مشترکی رو برای تصمیم گیری حتی در حین وجود اون اختلافات روش توافق بکنن. دیالوگ دموکراتیک یک مناظره نیست، چیزی نیست مثل یه بحث یا مثل پینگ پونگ که یه توپی از این ور به اون ور میره و همه حساب نگه میدارن که کی برد کی باخت، کی پوان بیشتری آورد، چون اصلا یه بازی مجموع صفر نیست. به قول هال ساندرز، یکی از اساتید دیالوگ دموکراتیک، در یه دیالوگ دموکراتیک برخلاف بحث فقط وقتی کسی میبره برنده میشه که همه برده باشه. دیالوگ دموکراتیک برای ایجاد تفاهم و ایجاد یک نوع رابطه جدید، یه رابطه مثبت و سازنده بین طرفین صحبت. با دو مونولوگ فرق داره. لغت دیالوگ از دیا و لوگ، یعنی دیا که در یونان عتیق مفهومش از راه یه چیزی بود، و لوگ یعنی کلام، صحبت، لوگوس به مفهوم هم منطق هم مکالمه. دو تا مونولوگ کار افرادی که هنوز ظرفیت دیالوگ دموکراتیک رو پیدا نکرده، هر کی میخواد حرف خودش رو بزنه و بره، و اگرم به حرف کسی دیگری گوش میکنه برای اینیه که رشوه به او داده باشه که او به حرف این گوش بکنه در مقابل دیگران، ولی نه برای رسیدن به یه تفاهم عمیق. دیالوگ دموکراتیک محبتی که خاص چند ملت برگزیده الهی باشن نیست، محتاج به تکرار تاریخ و تجربیات چند قرنی ملل دیگر نداره. یه فن نیست آموختنی. این خیلی مهمه و کار مهم ما تو این درس ها هم همین هست. در ضمن یه مهارتی هم هست که با تمرین ملکه میشه. از این رو یه قدری شباهت به ورزش داره، فقط نمیشه از کتاب آدم این رو یاد بگیره یا درسی، باید تمرین بکنه. باید تمرین بکنه برای اینی که اون روحیه لازم برای دیالوگ دموکراتیک ملکه انسان بشه، یه روحیه ثانی قابل دسترس بشه، و روحیه ایه که فقط تو فقط با احترام متقابل بارور میشه. در ضمن الزاماً نیازی به تعلیمات و رهبران استثنایی مثل گاندی و ماندلا نداره. یه مثال خدمتتون عرض کنم. در کشور زیمبابوه که به علت جنایات رابرت موگابه، که متاسفانه رابطه نزدیکی با یکی از رؤسای جمهور سابق ایران هم داشت، شرایطی به وجود اومده بود که جنایت بخصوص تو این 8 منطقه شهر حراره پایتخت زیمبابوه اصل شده بود. یعنی واقعا موجب تعجب بود اگر روزی جنایتی اتفاق نیفته. همین نهادهای بین المللی که صحبتشو کردیم با برنامه ریزی نسبتا طولانی
پروژه دیالوگ دموکراتیک رو راه انداختن که جوانهایی رو با ترکیب مساوی مذکر و مؤنث از این 8 نقطه شهر حراری گرد هم آوردن و در یه پروژه دیالوگ دموکراتیک که اول همین مباحث راجع به روحیه لازم برای اعتماد سازی، برای ایجاد یه فضای امن، یه فضای بی‌طرف نسبت به اینهایی که اختلافات خودشونو داشتن و بعد یه کمپ 2 روزه، اینها رو برای یه کارزار متمدن دموکراتیک که بعدها پایه های کار مورگن چنگرای در زیمبابوه شد که واقعا از متمدن ترین تجربیات دموکراتیک رو با چه ایثار با چه تفاهمی روی خاکستر حریقی که مگابه برپا کرده بود به یه همچین درجه رسیدگی و توسعه سیاسی حراره و زیمبابوه رو رسوند. بعد از این تجربه دیالوگ دموکراتیک این جوانهایی که از این 8 منطقه حراره آمده بودن روابطشون نوع دیگری شد. یکی از مسائل مهمی که یکی از اونها بهش اشاره کرد اشاره به یه لحظه دیالوژیک، یعنی اون لحظه ای که پیشفرزهاشون نوع رابطه ای که فرض می کردن باید بینشون وجود داشته باشه کاملا عوض شد و یه رابطه دیگری رو به وجود آورد که سطح صحبتشون ارتقا داد به جایی که با اعتماد با هم دیگه تونستن راجع به مسائل مشترکشون صحبت بکنن. بعد از خاتمه جنگ سرد تقریبا همه جهان گفتمان حقوق بشر، لزوم مشارکت مردم در تصمیماتی که روی زندگیشون اثر میذاره یه اصل شده، جامعیت پیدا کرد، فراگیر شده. به قول آمارتیا سن برنده جایزه نوبل میگوید این مشارکت شرط لازم هست برای اینی که یه جامعه جامعه تولیدی بشه، برای اینی که بتونه مسائل خودش رو حل بکنه، برای اینکه دائم در گیر اختلافاتی که تمام انرژیش رو از بین میبره نباشه. و خب سخت افزار این مشارکت انتخابات آزاد، اما فرایند انتخابات آزاد و نهادهای لازم برای اجرای انتخابات آزاد اگر سخت افزار باشن همونطوری که قبلا اشاره کردیم کافی نیست. بدون نرم افزارش، یعنی یه روحیه، یه فرهنگ و یه نوع ارتباط دیگری بین مردم که این وظیفه به دوش دیالوگ دموکراتیک است. در این نرم افزار دموکراسی ما میتونیم راجع به 2 بخش صحبت بکنیم که هر دو باید ملحوظ باشن در دیالوگ دموکراتیک، نتیجه‌ای که دیالوگ دموکراتیک میخواد بهش برسه. بخش اول مربوط به مشارکت و بخش اختیاری سیاست میشه، بخش دوم مربوط به عملکرد حکومت و وظایفی که حکومت نسبت به مردم داره مربوط میشه. در بخش اول توان اینی که مردم بتونن اختلافات خودشونو با همدیگه به صورت مسالمت آمیز حل بکنن و راه رو برای رسیدن به یه توافق باز بکنن. دولت فقط میتونه بر اون مبنا عمل بکنه، دولت نمیتونه تحمیل بکنه توافقی که مردم بهش نرسیدن. رواندا مثال خوبی بود، قبلا راجع بهش صحبت کردیم. تجربه دیگری در گواتمالا به اسم مسا دو کوبان وجود داشت
که شکاف‌های بسیار عمیق ملی را از بین برد از راه دیالوگ دموکراتیک. همه اینها رو من بعداً راجع بهش صحبت خواهیم کرد. دوم، همکاری بین احزاب، اینی که احزاب فقط نرن تو جلد خودشون و تمام کارشون مخالفت با حزب دیگر باشه. ترکیب رقابت و همکاری، نه اینکه رقابت رقابت مطلق باشه، دشمنی و عناد باشه. و فرای همکاری و دیالوگ بین احزاب و گروه های مختلف سیاسی، توان رسیدن به یه دید مشترک برای آینده یه ملتی کشوری، یعنی یه طرح مشترک ملی. راجع به امثال این هم صحبت خواهیم کرد که چگونه دیالوگ دموکراتیک موفق شده. و انواع مختلف مشارکت مردم در تصمیم گیری، این چیزی است که توی علوم سیاسی بهش دیلیبراتیو دموکراسی میگن، دموکراسی مشارکتی. بعد در بخش دوم، به هر حال دولت باید سرویس های تحویل بده. دولت برای این به وجود اومده که بتونه مسائل مردم رو حل بکنه. فقط مسئله این که دولتی داشته باشیم، توافقی داشته باشیم، مشروعیتی داشته باشیم کافی نیست. برای این، برای موفق شدن دولت در تحویل این خدمات هم مردم باید باش مشارکت بکنن. چالش روبرو شدن با پیچیدگی مسائل، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، خودش نیاز به این دیالوگ دموکراتیک داره که مردم مشارکت کرده باشن در تصمیماتی که پیچیده هستن. دوم، هماهنگ کردن معنا. مردم یه واژه رو میشنون، معانی مختلف دارن. یه تئوری سیاسی رو میشنون، یه ایده رو میشنون، معانی مختلف دارن که از ریشه های مختلف داره، ریشه های اجتماعی، ریشه های اقتصادی. هماهنگ کردن این معانی که راجع به همون چیز صحبت میکنیم، حرفی که شما میزنید، معنایی که من ازش مستفاد میکنم فرق نداره با معنایی که نیت شما بوده. و نوآوری، توان نوآوری، که این هم نیاز به مشارکت مردم داره، چون مشکلات فردا رو راه حل های دیروز نمیتونه الزاماً حل بکنه. و توان اینی که مردم با هم دیگه بتونن در یه فرایند مشارکتی سبک سنگین بکنن، چون راه حل های مختلفی وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، یکی به نفع یکی تمام میشه، یکی به نفع دیگری تمام میشه. لااقل مبنای سبک سنگین کردن باید روشن بشه تا رأیی که داده میشه معنا پیدا کرده باشه، ولی فقط میشه دیکتاتوری اکثریت و اون رأی مشروعیت رو در قلب مردم همراه نخواهد داشت و دولت در تحویل کار موفق نخواهد بود. و آخرش، برای اینکه همه اینها یه تحول مستمر رو پای ریزی بکنه، نه شکاف هایی که موجب بحران هایی میشه که همه برنامه ریزی هایی که شده با یک دولت میره و هر روز روزی از نو باید دو مرتبه از صفر شروع کرد و ارزش و سرمایه‌ای که یه ملت تولید میکنه انباشتی بشه. خب، امیدوارم در این دو درس اول یه ایده‌ای راجع به اینکه دیالوگ دموکراتیک چی هست، از کجا اومده، به چه دردی میخوره، چرا نیاز بهش هست داده باشیم و وعده دادیم که این واقعا یه فناوری هست و از درس‌های بعدی وارد این فناوری میشیم، یعنی به صورت متدیک جلو میریم برای اینکه بگیم در چه شرایطی موفق میشه دیالوگ دموکراتیک، چجوری میشه این شرایط رو به وجود آورد، کجا نمیشه این شرایط رو به وجود آورد و راه رسیدن به نتیجه مطلوب چیست. متشکر از اینی که عنایت کردید و به این درس دوم گوش دادید.